ابن سینا 1000 سال بعد. بخارا شهری باستانی و شهری با سابقه تاریخی از دوران هخامنشیان تا ابد، شهری با مهاجران مختلف از دوران گوناگون تاریخی از جمله ایرانی‌ها که جداگانه دوباره 100 خورده سال قبل به اینجا کوچ اجباری داشت. درود، من بهزاد هستم. در این تالار قدیمی و زیبای بخارا جلوی گاف صندوق قدیمی در کنار گنجینه موسیقی شهر آقای نشان برای ما میخوانند آهنگی رو به سبک بخارایی ولی ایرانی، و بعد جاهای بسیاری هست که باید ببینیم. خواهش میکنم. هی اولا مرغک بلی بیچاره مرغک بلی، اولا مرغک بلی بیچاره مرغک. خون اومد رو بسته بود کدام اومد رو بسته بود، اومد علا او رو کشته بود کدام، علا او رو کشته بود، علا او تیان رو سخته بود کدام، تیان رو سخته بود، تیان سگک رو کفته بود کدام، سگک رو خفته بود، سگک مرغک رو خورده بود کدام، مرغک رو خورده بود. همه مرغی بالا سرغی جوجه داری که بابون بخشی ریزا، که بابون بخشی ریزا، نرخی قیمت نرخی دولت خریده بود. آلا مرغک بلی بیچاره مرغک بلی، آلا مرغکم بلی بیچاره مرغک بلی، آلا مرغک بلی بیچاره مرغک بلی، آلا مرغک بلی بیچاره مرغک بلی. شام دانه گدا میداند، جمع علما میداند، جمع پتزون میداند، زردزان میداند، ایوی مهچگران میداند، ایوی روغنگران میداند، هم شاو و لحم میداند، ایوی جاور برور میداند. مالی مال جوجه، مالی مال، مال مال جوجه، سخپر نشده میدود به کوچه، سخپر نشده میدود به کوچه. آلا مرغه بلی بیچاره مرغه بلی، آلا مرغه کم بلی بیچاره مرغه بلی، کتزای مرغه بلی، کندراز مرغه بلی، سخپر مرغک بلی، سخصور مرغک. های هایش میکنم کوشد پایش میکنم، های هایش میکنم کوشد پایش میکنم، کوش اگر تنگی کند صدقه که پایش میکنم، کوش اگر تنگی کند صدقه که پایش میکنم. آلا مرغک بلی بیچاره مرغک بلی، آلا مرغکم بلی بیچاره مرغک بلی، آلا مرغک بلی بیچاره مرغک بلی، تاجدار مرغک، دوتزای مرغک، پایدون دراز مرغک، ناز ناز مرغک. به بوی عطر سبزی، ریحان ها هستن این دور، در این کنار انواع مختلف ریحان، مثلا این نوع، به 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 این خوشهاش که دست میزنی که الان زنبورا و پروانه دارن روش پرواز میکنن، بوی عطر ریحان زیاد ها، یعنی در حدی که مثلا اوتکلونه توی دست آدم میاد، رنگ های مختلف، انگار اینجا شهر ریحانه. من و پروانه ها و زنبور مست این منظره و عطر هستیم زیر آسمان آبی این شهر. هوای شهریور است، هوای زادروز ابن سینا، فیلسوف، طبیب، همه چیزدان. اول شهریور 359 خورشیدی در این بهشت به دنیا آمد. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا، سینا سردودمان خانواده ابو علی سینا هستش، از مادری به نام ستاره و پدری به نام عبدالله در این شهر به دنیا میاد، شهری که اون زمان اسمش افشین بوده یا افشینه و الان تغییر شکل داده شده افشانه، از شهرهای باستانی اطراف بخاراست. ما در حدود 20 کیلومتری بخارا هستیم که در اون زمان هم فاصله طولانی بوده، برای من جز ولایت
یا استان بخارا هست اینجا، و اینجا مجموعه بسیار جالبیه. البته ابن سینا در اینجا به دنیا آمد و در همدان درگذشت. مجموعه دانش، اونجا دانشگاهش هست پشت سر، کتابخانه‌اش، خوابگاه دانشجویان و موزش که داستان زندگیش و چرا و چونش رو اینجا میشه دید. چه موزه، چه بزرگ، چه فراخ، چه اشیایی. و ابو علی سینا سال 980 میلادی تا 1037 میلادی، 359 تا بعدن داستانش رو بتونیم میگیم که بین 359 تا لحظه مرگش چه اتفاقاتی افتاد. اما بخارا یا افشینه چه جور شهری بوده که چنین نابغه‌ای رو پرورانده؟ تو اینجا می‌بینیم به زبون، به خط انگلیسی البته نوشته شده، بخارا ایکس خی هستش، بخاراست، افشینه اینجاست، افشینه. می‌بینیم فاصله که داریم اینقدره. این سری وسایلی که تو این شهر پیدا کردن و اشیایی که اینجا پیدا کردن همزمان با ابن سینا، اینجور کاشی ها پیداشه و سفال ها که خیلی تحت تاثیر به نظر من رنگامیزی چین هستش، این سه رنگ رو توی کوراشون به وجود می آوردن. مثلا میرسیم به این نقشه که جاده تجارت رو نشون میده که در زمان ابن سینا بوده در این منطقه بزرگ. این قلمرو سامانیان یا دولت بخارا هست که در خراسان اون زمان حکومت کردن. ایران هم زیر سلطه خلفای عباسی و مسلمانان عرب بوده و بعدش هم همزمان تقریبا آل بویه، و ابن سینا در چنین جایی زندگی کرد. و این مسیرهایی هم که می‌بینیم با رنگ قهوه‌ای که کاشی رنگ دیگه بود، اینها مسیرهای تجارت و رفت آمد در راه ابریشم که از چین تا دریای خزر رو نشون میده که بخارا هم روی این مسیر بوده. یعنی از این شهر کلی آدم‌های مختلف رد می‌شدن، اشیاء جالبی داشتن، حرف‌های مختلفی رد می‌شده. و برای بدون شک ابن سینا شهر بسیار جذابی بوده بخارا، یک شهر امروزی بوده براش، پر از چیزهای متنوع، گیاهایی که رد و بدل می‌شده چون سر راه تجارت ها بوده، چه بوهایی می‌اومده در فضاش و چه اشیایی رو میده، بدون شک تشنه‌تر و تشنه‌ترش می‌کرده برای دانستن دنیای امروز که در این شهر می‌تونست خلاصش رو ببینه. نزدیک 100 کیلومتری اینجا قدیمی ترین داروسازی رو کشف و کاوش کردن که این ماکتشه که میره به دو آخرای دوران ساسانی اوایل اسلام که همچنین چیزی به اینجا دارو میساختن، یک کارگاه بزرگ داروسازی بوده. برای این یک زمینه پزشکی خیلی غنی در این اطراف، در این ولایت بخارا بوده و اون تنوع. و ابن سینا به دنیا میاد در دنیایی که چنین ابزارهایی بوده برای داروسازی، یعنی ظرافتکاریه بود، از قبل یک دانش پیشینه وجود داشته که بتونه اون یاد بگیره و بر اساسش پزشکی آینده رو پایه‌ریزی کنه و کتاب قانون طب رو بنویسه. جانی من آری من بودی، حیاتم را من دادم، بیگو جانم تو را مگر دوست نداشتم. این شکل یک خانه سنتی این منطقه است. البته افشنه هم بهش میگن، به این دهی که اینجا بوده الان شده شهرکی. افشنه، افشین یا افشانه، اسمش همجور تغییر کرد. این خانه های سنتی اینجا است که حتی بعضی از هتل ها هنوز همین شکلی اتاقای سنتی دارن. اون بالا خانه است، این پایین آشپزخونه شون،
اون حیات بوده با پرده داشته جدا می شده، این شکل خانه بوده که شاید ابن سینا در اون زندگی می کرد. در ضمن ابن سینا وضعش خوب بوده، پدر ابن سینا عبدالله در دارایی کار می کرده و میگم مالیات جمع می کرده در شهری به اسم خرمسن که تغییر شکل کلمه پهلوی خورشید میهن بوده، یکی از شهرهای مهم حکومت سامانیان در همین اطراف. بنابراین این خونه زندگی ابن سینا، شهرش و شلوغیش و تنوعی که داشت و در این حال همزمان و همدوره بود با نوابق دیگری در این دنیا. همزمان با ابن سینا، ابوالقاسم فردوسی، پدر زبان فارسی امروز، که کتاب شاهنامه رو از زبان پهلوی که اسمش خدای نامه بود به فارسی روز تبدیل میکنه با حداقل کلمات عربی اون زمان که بسیار متداول بوده، مثلا الان که همه دوستان انگلیسی بپرن، اون موقع این اون جریان بوده و اون کتاب شاهنامهش در از درس فارسی ماست، همزمان بود. ابوبکر زکریای رازی، دانشمند، شیمیدان، فیلسوف و کسی بود که از شراب الکل رو استخراج کرد که پاکترین ماده دنیا است، یعنی هر چیزی رو بزنی پاک پاک میکنه، حتی مغزم پاک میکنه. زکریای رازی 100 سال پیش از ابن سینا بوده، مثلا این دانش زکریای رازی وجود داشته در اون زمان. و همینطور 100 خورده سال قبل از ابن سینا، عبدالله محمد ابن موسای خارزمی زنده بوده و خارزمی کسی است که در ریاضیات نابغه بود، جبر رو نوشت که ریاضیات غیرعادی هست و همینطور الگوریتم که امروز زبان کامپیوتر هست بر اساس تفکرات و معادلات ایشون بود. الگوریتم در اصل تغییر شکل کلمه و اسم فامیل الخارزمیه که خارجی‌ها اینو اسم ایشون رو گذاشتن روی این سیستمی از حلاجی‌های معادلات ریاضی. مثلا ما متشکریم از ایشون، کامپیوتر تشکر میکنه، رایانه از ایشون تشکر میکنه. و این نقاشی خیالی از ابو علی سینا و دیگران پیش از او که دارن بهش گوش میدن و لذت میبرن از حرفش. به احتمال این هم ارسطو هستش. ابن سینا خیلی تحت تاثیر ارسطوی یونانی بوده. ارسطو کتابی نوشته بوده به اسم متافیزیک که بارها و بارها و بارها و بارها ابن سینا اونو خونده و درک نکرده بوده. ارسطو استاد اسکندر مقدونی بود، جنگاوری که ایران هخامنشی رو تسخیر و ویران کرد. ارسطو به منطق اعتقاد داشت، یعنی با گفتگو و بحث، یعنی همون دیالوگ، و دلیلی منطقی برای همه چیز پیدا کرد و چیز رو کورکورانه قبول نکرد و همینطور معرف دانش متافیزیک یا ماوراءطبیعه بود. البته ماوراءطبیعه رو بخش نادیدنی و بازتاب طبیعت میدونست، نه دنیای جن و پری و قضا و قدر. در ایران زمان ابن سینا این فلسفه برخلاف تفکرات مذهبی بود که میگفت هر چه خدا فرموده رو باید قبول کرد و چیزی رو زیر سوال نبرد. تا اینکه میگن روزی در بازاری کتاب‌های قدیمی و به درد نخور مانندی بوده و خلاصه ابن سینا یکی از کتابا رو میگه من اینو میخوام بخرم. وقتی که کتاب رو میخره میفهمه که کتاب اقراض مابعد الطبیعه فارابی هستش. ابو نصر محمد ابن محمد فارابی، دانشمندی خراسانی که سعی میکرد فلسفه یونان رو با توحید اسلامی یکی کنه و اینا مال دوران طلایی دانش در اون زمان بودن. وقتی اون کتاب خود تازه ارسطو رو درک میکنه و از پیروان فارابی میشه در تفکرات. ابو علی حسین سینا همزمان با ابو ریحان بیرونی بوده، تاریخدان و فیلسوف، هم حتی همدیگر ملاقات میکنن در شهر گرگانج که در خارزم بوده زمان حکومت مأمون خوارزمشاهی. در مورد فلسفه خیلی با هم حرف میزنن، خیلی مجذوب همدیگه میشن، از هم یاد میگیرن.
بعد محمود غزنوی حمله میکنه به این قسمت، ابن سینا فرار میکنه از اینجا و اولین مهاجرت هاش رو که در نهایت به اصفهان و همدان میرسه تازه شروع میکنه زمان حمله محمود غزنوی. ولی محمود ابو ریحان بیرونی رو دستگیر میکنه و با خودش به هند میبره، به هندوستان، و دیگه این از هم جدا میشن. در هندوستان ابو ریحان بیرونی در مورد هندوستان مینویسه، کلی کتاب مینویسه به زبان عربی بیشتر. اینها نقاشی ها و نوشته های ابو ریحان بیرونیه در مورد حرکت ماه و خورشید و دنیا و قاره هاش. حتی اعداد انگلیسی رو بعدن توش گذاشتن، این دنیای ما، دنیای گرد. و به هر حال این داستان همدوره های ابن سینا بود. و میگویم که وقتی 16 سالش بود یکی از امیران دولت سامانی، امیر خراسان، مریض میشه و ابن سینا که 16 سالش بوده میره به دیدارش که ببینه چش هست و امیر خوب میشه و به ابن سینا میگه هر چی بخوای به تو میدم. البته همیشه تو داستان قدیمی اینا جمله هست، مطمئن نیستم که واقعا اینو گفته باشن. و ابن سینا میگه که من دوست دارم دسترسی پیدا کنم به کتابخانه شاهزادگان سامانی و کتابای نفیس اونجاست و اونم بهش این اجازه رو میده و از اونجا هست که دانش ابن سینا آغاز میشه و ابن سینای امروزی که ما میشناسیم به تدریج شکل میگیره. میگویند آن نابغه ابو علی حسین ابن سینا به موسیقی علاقه داشته، سازهای مختلف میزده، کتابهای هم در مورد موسیقی نوشته حتی، و میگویند مردم اینجا که کمانچه را او اختراع کرد.
پس یک مروری بکنیم بر زندگی ابوالحسین تا برسیم به اصل مطلب که کتابهاش باشه. 5 سالگی با پدرش میره بخارا، از همین افشانه که الان توش نشستیم. 10 سالگی قرآن رو یاد میگیره، 11 سالگی حساب و ریاضی رو، 12 سالگی نجوم و ستاره شناسی رو، 16 سالگی فلسفه و طب رو از اساتید یاد میگیره و این بسیار جالبه. بها در سفرهای مختلفی که میکنه به شهرهای ایران و خراسان اون زمان، بیشتر از دست سلاطین فرار میکرده یا جایی میشسته میمونده، سلطان اونجا باش خوب بود، وقتی میرفته یا میمرده مثلا پسرش میومده با ابن سینا بد میشد، منظور فرار کرده، دائما در حال فرار و سفر و مهاجر بوده. مجموعا بیشتر از 450 کتاب و مقاله مینویسه، بیشتر به زبان عربی و همینطور زبان فارسی. از کتاب معروفش قانون فی طب هستش، همینطور شفا، و بعد کتاب دانشنامه علایی و رگشناسی. دانشنامه علایی درباره طبیعیات یعنی فیزیک، منطق و موسیقی بوده نوشته هاش، و همینطور در دوره زندگیش خیلی به فارسی تعصب پیدا میکنه و سعی میکنه عربی ننویسه، بنابراین حتی مجموعش 1039 کلمه رو اختراع کنه که چند تاشو برای شما میخونم اینجا یادداشت کردن دوستان. به جای نفس ناطقه جان سخنگویا، و جنبایی به جای حرکت، بعد پیداگر و پیوندپذیر و غیره هم گفته بوده. خلاصه دمشون گرم. نسخه هایی از کتاباش هم در قفسه های این موزه هستش. و همینطور جالبه ابن سینا از دید خارجیان چه شکلی بوده، بلکه در موردش نوشتن به اسم اویسینا. بریم نگاه کنیم به ابن سینا از دید خارجی ها. بازسازی نقاشی قدیمی هست که از 3 دانشمند بزرگ دنیا یاد شده در اروپا. جالینوس یونانی، هیپوکراتوس یونانی که ما به اسم بقراط هیپوکراتوس میشناسیم، اسم کوچکش هستش، همه در علم پزشکی و فلسفه، و اویسینا که همون ابن سینا هستش، خارجه به اسم اویسینا میشناسنش، تغییر شکل اسم ابوعلی سیناست. ابوعلی سینا زندگی پرفراز و نشیبی داشته، همش در فرار بوده، بیشتر از 10 شهر رو مهاجرت کرده و رفته. به اصفهان میره و در آخر به همدان. حدس میزنن علت مرگ ابن سینا وضعیت گوارشیش بوده باشه. ابن سینا در سالهای آخر عمرش انسانی فربه بوده، چرا که علاقه زیادی به خوردن داشته، خودش حتی شکمباره میدونسته، شراب زیاد میخورده، هوسباز بوده. حتی در مورد شراب چند بیت داره که براتون میگم، 2 بیتشو. میگه حلال گشت به فتوای علم بر دانا، حرام گشت به فتوای شرع بر نادان. گویا او سالها از بیماری گوارشی رنج می‌برده و سعی می‌کرده خودش رو درمان کنه. حتی میگن مدتی روزی 8 بار روده و معده خودش شستشو می‌داده و همین شاید باعث مرگش میشه، چون که زخم معده و زخم روده میگیره. و در راه بازگشتش از اصفهان به همراه علاءالدوله که فرماندار اصفهان بوده به همدان، متوجه میشه که این درمان بیفایده بوده، از درمان خودش دست میکشه و در نهایت فوت میکنه. گروهی میگن 57 سالگی، گروهی میگن 58 سالگی، و در همدان الان آرامگاهش هست. آرامگاهش ساختن، یه ماکتی از آرامگاهش هم اینجا هست بغل یک ستونی. و کار جالبی که اینجا کردن، خاکی رو از آرامگاهش برداشتن آوردن در این آرامگاه دیگری برای ابن سینا در محل تولدش ساختن در این موزه. جای بسیار آرامیه و نوری هم در اون هست که از این خاک بتابه به آسمان معرفت و دانش.
نوری از خاک ابو علی حسین ابن عبدالله ابن محمد ابن علی ابن سینا، معروف به پور سینا. ما میشینیم، سکوت میکنیم و یاد میکنیم از ابن سینا.